اجازه من قبل از هر چیز از کمیته بین المللی علی ادام تشکر کنم به خاطر این جلسه، همینطور حضور شما، نکاتی که اینجا گفته شد، همه اونها در جای خودشون خیلی مهمه. چیزی که توجه منو جلب میکنه جنبش عظیم علیه ادام در مقابله با جمهوری اسلامی. یه تعریف دقیقی ما باید از ادام داشته باشیم و اون تعریف ما رو توی راستایی قرار میده. اعدام قتل عمد دولتیه و توی این چند کلمه چند کلیدواژه اساسی و مهم درد شده که ما باید اون را تمرکز کنیم. اولا قتل عمده، یعنی یک حکومتی این کار انجام میده و آمدانه این کار انجام میده، اتفاقی در اثر یه دعوایی به خاطر یک خصومتی یه عده‌ای به جون هم نمیفتن و هم دیگر بکشن. یک حکومته در خون با خون سردی، با دستگاه قوه قضاییه، با قوانین، با قاضی، با محکمه، قانون افراد رو به مرگ محکوم میکنه و اونها رو میکشه، قتلشون رو اعدام میکنه و اون رو توی پرونده جنایی خودش میگذاره. این اولین قدمه در مواجهه با اعدام. این حکومت ها هستن که میکشن، این حکومت ها هستن که به بهانه های مختلف و از جمله مقابله با قوانینشون میکشن. کودک اعدام میکنن، زن اعدام میکنن، بهایی اعدام میکنن، کمونیست اعدام میکنن، مجاهد اعدام میکنن، مخالف اعدام میکنن، همجنسگرا اعدام میکنن، رنگین کمانی ها رو میکشن. این اولین قدم ماست. اما قدم بعدی دقیقا از همینجا میاد. اگر بپذیریم که این فرمول دقیق اعدام قتل عمد دولتی است، ما رو در مقابل یک حکومت قرار میده و به این سوالی که اینجا بود و الان نیست پاسخ میده. چگونه میشه اعدام ها رو متوقف کرد؟ جنبشی هست که در مقابل اسلام سیاسی، در مقابل جمهوری اسلامی صف کشیده و از همین فرم درمده، مقابله با حکومت جمهوری اسلامی. اگه میخوای اعدام ها رو متوقف کنی، جمهوری اسلامی رو به زیر بکش. بعد از جمهوری اسلامی اعدامی نخواهد بود، چون این جامعه فهمیده، یاد گرفته که قتل عمد دولتیه و حکومت ها نباید شهروندان خودشون رو بکشن، نباید انتقام بگیرن، نباید به خاطر عقاید کسی رو کشت. جمهوری اسلامی فرمول دیگه‌ای هم داره که به اون باید توجه کنیم. اگه وقت من تموم شده من تذکر بدم. و اون جرمه. به چه چیزی جرم میگن؟ جرم تعریفی داره. بشر متمدن آموخته که عقیده جرم نیست. بشر متمدن آموخته که ابراز عقیده حقه، نه تنها جرم. حقه. من حق دارم نظرمو بگم. من باید فکرمو بگم. من برای نظرم میتونم آرا جمع کنم. من میتونم جلب توجه کنم. این جرم نیست. این حق منه. ولی الان به جرم من تبدیل شده. من میخوام عقایدمو بگم. میخوام به عقاید شما حمله کنم. میخوام به خدایی که داری حمله کنم و تو هم به خدایی که من دارم حمله کن. به عقاید من حمله کن. حمله کن یعنی نقد کن. منو نقد کن. من تو رو نقد میکنم. من اون چیزی که تو میگی کتاب آسمانیه نقد میکنم. تو هم کتابی که من دارم برو نقد کن. ولی حق نداری فتوا بدی. حق نداری منو بکشی. حق نداری این حقو از من بگیری. ما به این جنبش پیوستیم. به این جنبش بزرگیه. عظیمه. جهانو فرا گرفته. و یک بخش بزرگی از فرایند مبارزه مردم علیه جمهوری اسلامی جنبش لغو اعدامه، جنبش علیه اعدامه، مبارزه با اعدامه. و دقیقا از همین جا میاد. مبارزه با اعدام یعنی مبارزه با جمهوری اسلامی، یعنی شکست جمهوری اسلامی، به زیر کشیدن جمهوری اسلامی. و در اون همه چی میگنجه. نه زن بودن جرمه، نه همجنسگرا بودن جرمه، نه رنگ کمانی جرمه، نه مذهب جرمه، نه عقیده جرمه. هیچ کدوم از اینها نه تنها جرم نیست بلکه حقه. من میخوام اظهار نظر کنم و کسی نباید من رو بکشه. به اعدام کودکان من برمیگردم، چند ثانیه میگم. یکی از فجیع ترین جنایات غیر قابل فراموش جمهوری اسلامی در کنار همه جنایات بیشمارش اعدام کودکان. و این کودک و جرم در مقابلش یه خط هست و اون اینه که جمهوری اسلامی کودکی رو به رسمیت نمیشناسه. برید تمام قوانین جمهوری اسلامی رو ورق به ورق، کلمه به کلمه بگردید. همه ی قوانین جزایی، کیفری، حقوقی، قضایی،
بگیرید نگاه کنید، من همه اینا رو نگاه کردم و به جرات به شما میگم یک جا اسم کودکی هست، قوانین جزایی کیفری، اونجا که میخواد کودک رو کیفر بده و بهش کودک نمیگه و سنش رو معلوم میکنه، دختر 9 سال، پسر 13 سال قمری که میشه 9 ماه 9 روز و بره، حتی از شمسی کمتره، اونجا تعریف داره و میگه از این به بعد تو کودک نیستی و به همین خاطر کودک اعدام میکنه، دار میزنه، زیر اعدام نگه میداره. شما میشنوید کودکی در 13 سالگی دستگیر شده، در 18 سالگی اعدام شده، از 13 سالگی تا 18 سالگی اعدامش کرده و یه کودک بوده و وقتی که اعدامش کردن و تناب دار گردنش انداختن برای هزارمین بار و شبهای متوالی اعدامش کردن. ما علیه این بربریتی، جمهوری اسلامی حکومت بربریتی، حکومت توحشه و جنبش علیه اعدام میخواد این توحش رو از جامعه، از بشر، از کیان بشریت بیرون بکشه و بشر رو پای خودش نگه داره. ممنونم برای اینکه به صحبت‌های من گوش کردید، ممنون از اینکه شما اینجا هستید. خیلی ممنون.